سیومین نمایشگاه ملی ساخت زنان متشبث در ولایت هرات گشایش یافت. 50 بانوی بازرگان ساخته های دستیشان را در نمایشگاه در هرات به نمایش گذاشتند. این پنجمین نمایشگاه ساخته های دستی زنان بازرگان در هرات است و برای 3 روز برای بازدید کنندگان باز است. زنان بازرگان با شرکت در نمایشگاه در این نمایشگاه توقع دارند که فصل جدید در راستای فروش ساخته هایشان باز شود و با گذشت زمان توان رقابتشان نیز با مردان افزایش یابد. برای جزئیات بیشتر در این مورد فریبا آرام خبرنگار طلوع نیوز از ولایت هرات داریم. فریبا سلام و وقت خودت بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. میشه که در نخست روی این نمایشگاه ساخته های دستی زنان هرات از شما بیشتر جزئیات داشته باشیم؟ تشکر. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. این سومین نمایشگاه ملی ساخت زنان متشبث بود در کابل و مزار قبل از هرات از سوی وزارت تجارت و صنعت برگزار شده بود و این بار در هرات 40 زن بازرگان در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند که تجارت‌های خرد و بزرگ دارند و صنایع دستی و تولیداتی که داشتند به نمایش گذاشتند که مثل تولیدات عسل، زعفران، صنایع دستی، خیاطی و امثال ازی بود که به نمایش گذاشته بود برای 3 روز و مردم میتونستند که برن و اینا میتونستند از این طریق بازاریابی بکنن برای محصولات خود. بله، شما که به این نمایشگاه هم رفتین و این ساخته های دستی و فرارده های زنان بازرگان هرات از نزدیک مشاهده کردین، چه تغییرات نسبت به گذشته در این ساخته ها و فرارده های زنان به وجود آمده؟ چی از لحاظ کیفیت باشه، چی از لحاظ بسته‌بندی؟ زنان بازرگان در تلاشی هستند که بیشتر در تجارت حضور داشته باشند و در تلاشی هستند که بتونن با مردها رقابت بکنن. یعنی میبینیم که هر نمایشگاهی که برگزار میشه تولیداتشان نسبت به نمایشگاه قبلی هم زیادتر است و هم تلاش داری دارن که کیفیتشان بالا بره. میگن زمینه برای ما کمتر فراهم است نسبت به مردها، ولی بیشترین تلاش خود اینا میکنن تا اینکه بتونن رقابت بکنن با مردها، به خصوص در بخش تولیدات عسل، زعفران که بیشتر بین مردها رواج، یعنی مردها بیشتر میپردازن به زینه، تلاش پیدارن که بتونن رقابت بکنن و با مردها تلاش پیدارن که مواد با کیفیت تولید بکنن. در کنار از این باز خانم ها بیشتر در صنایع دستی، در خیاطی، در برخی از خانم ها که رستوران دارن بیشتر تلاش پیدا میکنن که هم زمینه بازاریابی برای خود فراهم بسازن و مواد خود با کیفیت تر بسازن تا مردم بیشتر از اونا خریداری بکنن و به طرف از اونا بیان. بله، فریبا، برای این نمایشگاهی که از زنان برگزار شده من میخوام بپرسم بین که علاقمندی مردم شما چگونه یافتین؟ چقدر از باشندگان هرات علاقمند هستن که بیاین از این ساخته ها یا فرورده های زنان هرات اینو استفاده داشته باشن تا این راه را باز بکنن بر افزایش تولیداتشان و همچنان امان توان رقابت که این زنان خواهانش هستن که در کنار مردان باید داشته باشن؟ در هرات نمایشگاه از این دست زیادتر برگزار میشه. این پنجمین نمایشگاه زنان بود که برگزار میشد از آغاز سال. البته با اون صورت هم مردم استقبال خیلی زیاد میکنن، حتی از روز اول هم که ما رفتیم به ساعت شروع نمایشگاه تعداد زیادی از مردم از اقشار مختلف برای دیدن این نمایشگاه میامدن. در صحبت هایی که ما با غرفه داران داشتم یکی میگفت که این نمایشگاه فرصت خیلی خوبیه برای ما، چون ما فروش خیلی زیاده میکنیم نسبت به اینکه مثلا در دکان از بیایی که در جایی که به فروش میرسنن. مثلا میگفت روزانه اگر نمایشگاه باشه روز 8 تا 10 هزار معاید میکنم. یعنی مردم علاقه دارن، میاین میبینن، باز بخصوص که مربوط به خانم ها باشه پیشرفت از اونها وقتی میبینم کارهایی که میکنن به خانم ها کار تمیزتر میکنن، به باورن به این خاطر علاقه بیشتر دارن و بیشتر تلاش میکنن که برن ببینن و بخرن از محصولاتشون. بله، آیا قیمت های این ساخته های دستی یا فرارده های زنان هرات مناسب است که بتانه باشندگان هرات ازش استفاده داشته باشن؟ برمیگرده به محصولی که دارن. حالا مثلا برخی از تولیدات مثل دستدوزی ها، خامک دوزی ها و یا که برخی لباس های ترکمنی که است و یا برخی از چیزایی که یعنی زمان بیشتر میبره و وقت بیشتر و هزینه بیشتر داره، اونا قیمت هایشان بلندتر است. ولی مثلا برخی که رستوران دار هستن و یا که
دیگه محصولات درست میکنن نظر به همو فروشی که دارم. البته یک تخفیفی معمولا میگن که در فروشگاه ها ما میزنیم تا یک مشتری بیشتر پیدا کنیم، ولی خب خریدارها هم نظر به همو خواستی که دارن خوب است. قیمت ها را اینا چون که میتونن بیشتر مشتری جذب کنن مناسب تر میگیرن تا یک مشتری بیشتر برشان جذب. بله فریبورن، چون که ما هم شاهد بودیم حتی یک چادر که در هرات تولید میشه، یعنی ساخت هرات است، تا 1000 افغانی هم به فروش رسیده. اگر این تو اندازه یک کاهش پیدا کرده کاهش پیدا بکنه، شاید بیشتر تشویق شوند که همه این مردم بیان استفاده داشته باشند از تمام ساخته های دستی زنان. زنان به این باورن، به خصوص اشاره که شما داشتین خامکدوزی که در هرات خیلی مد هست، به خصوص بین مردان و زنان. حالا یک چادر که خامکدوزی میکنن، اینا مثلا میگن ما یک ماه روی یک چادر وقت میگذاریم و خامک میدوزیم، ارزش یک چادر میگن به او حد، یعنی ما نمیتونیم به او حد ارزان بفروشیم، باید ارزش از این زیاده و باید کسی که میخره با همین قیمت بخره. و مردم هرات علاقه دارن به همچین لباس ها و تولیدات، به خصوص خامکدوزی ها و کسایی که نیاز دارن میخرن از اینا. ولی خب بالا چند قسم دارم به قیمت های مختلف که نظر به خواست مشتری میتونن که این ارائه کنن. بله تشکر فریبورگ، جزئیات بیشتر در این مورد بر ما ارائه کردین، سپاس از شما.